بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، امید که انشاءالله خوب و صحتمند و سالم و تندرست باشید در هر گوشه از دنیا که هستید. الله متعال سبحانه و تعالی همه ایمان شما را در حفظ و پناه خودش داشته باشد. برادران و خواهران و بزرگوار، همچنان که برایتان قبلا وعده داده بودم که امروز یک شنبه، البته با اندک تأخیر، به خدمت شما عزیزان و گرامیان رسیدم و امیدوارم که انشاءالله خوب و صحتمند و تندرست باشید. و بحث ما پیرامون خطر و اسباب تکفیر هست و به همین ترتیب انشاءالله این مبحث ادامه خواهد داشت به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی، و صحبت خواهیم کرد پیرامون این مسائل و در برنامه های آتی انشاءالله که یا در صحبت های آتی به مباحث پیرامون از ضوابط تکفیر، شروط تکفیر و ضوابط تکفیر انشاءالله خواهیم پرداخت. در صحبت امروز پیرامون دو چیز، یعنی بحث خطر تکفیر و بحث اسباب و عوامل تکفیر انشاءالله میپردازیم. چنانچه در صحبت گذشته من و برخی از مسائل پرداختم پیرامون انواع تکفیر و تفصیل دادم مسئله را و صحبت کردم دربارش. اما در مورد خطرهای تکفیر معین و بدون ضوابط و غالبا اجتهادی و بر اساس گمان تکفیر کردن افراد، چی خطرهایی را در پی داره؟ اولین خطرش اینه که وقتی شما طرف مقابل را تکفیر میکنید، یعنی این که ریختن خون این انسان را مجاز میدانید، یعنی شخص را مباح الدم میدانید و همچنین مال اونها را مباح میدانید، مال اونها را مباح میدانید و همچنین زن اونها را طلاق شده میدانید. چون شخصی که مرتد میشه و کافر میشه و تکفیر معین میشه، یعنی مرتد محسوب میشه، تمام احکام مرتد بر او جاری میشه، تمام احکام مرتد بر او جاری میشه. همچنین او از کسی میراث نمیبره و کسی از او میراث نمیبره، چون که کافره، مرتده، اختلاف دین هست و نماز جنازه بر او خوانده نمیشه، در مقبره مسلمان ها دفن نمیشه، یعنی در قبرستان مسلمان ها نباید دفن بشه. و چی بسا این تکفیر و این کفر به گوینده خود بازگرده، این خطر بسیار بزرگیه. چنانچه در حدیثی که امام بخاری رحمه الله و امام مسلم روایت میکنن در صحیح بخاری، در حدیث 6103 ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه و همچنین با همین الفاظ یا با اندک تفاوت عبدالله ابن عمر روایت میکنه در صحیح بخاری، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اذا قال الرجل لاخيه يا كافر، وقتی که شخصی به برادرش میگه کافر، فقد باء به احدهما، این کافر گفتن و این کفر به یکی از اونها باز میگرده، به یکی از اونها باز میگرده. و در روایتی که از عبدالله ابن عمر هست با لفظ دیگری اینطور آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کس که به برادرش میگه یا کافر میگه، فقد باء به احدهما، به یکی از اینها این کفر بر میگرده. ان کان کما قال، اگر به گونه ای بود که گفته بود که خلاص اون طرف مقابل کافره، و الا رجعت علی، مگری که باز میگرده بر گویندش، مگری که باز میگرده بر گویندش. و این را امام مسلم رحمه الله در صحیح خود روایت میکنه، حدیث شماره 60. پس بنابراین انسان مؤمن باید دقیق باشه روی این مسائل و روی این احکام، و به خاطر همینه که شما احتیاط علما را در اطلاق کفر بر افراد میبینید. و این یک جنجال کلان در میان اهل سنت و اهل بدعت از جمله خوارج و مرجعه و معتزله در گذشته بوده و در طول تاریخ این اتفاق می افتاده و اهل سنت و جماعت این قضیه را اهمال نمی کردن و احتیاط به خرج می دادن در این که حکم معین بکنن بر فرد معین. حتی شما می بینید در مسائل مانند لعنت فرستادن بر افراد معین،
تفسیق افراد معین و خیلی دیگه از مسائلی که وقتی بحث معین مطرح میشه، یک حکم مطلقه، یک حکم حکم معینه، وقتی که به حکم معین میرسیدن محتاط بودن، کفر را کفر میگفتن و میگفتن هر کس این کار انجام بده کافره. اما وقتی که به فرد معین میرسید که میخواستن که بر او حکم بکنن بر کافر بودن، یعنی تکفیر بکنن به صورت معین، بسیار دقت به خرج میدادن و محتاط بودن و احتیاط میکردن. چرا؟ از جمله خطرهایش من به خدمت شما عرض کردم، یعنی جامعه را کلن برهم میریزه. هر کس بر کس دیگر گفت کافر، خلاص مالش شد مباح، جانش شد مباح، زنش شد طلاق، میراث از کسی نمیبره و از کسی میراث نمیبره، بر او نماز جنازه خوانده نمیشه و الی آخر تمام احکام بر او مرتب میشه. تمام احکامی که بر یک فرد مرتد اجرا میشه و قابل اجرا هست، بر این فرد هم اجرا میشه و قابل اجرا هست. امام ابو حنیفه رحمه الله در کتاب الفقه الاکبر خود، که البته منسوب به ایشان هست به نام الفقه الاکبر، ایشان میگن که ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب و ان كانت كبيره اذا لم يستحلها. ما مسلمان را کافر نمیگیم، ما مسلمان را کافر نمیگیم به گناهی از گناهان. حالا گرچه من در صحبت گذشته هم عرض کردم اینجا بحث کبیره و عدم کبیره و اینها نیست، عموما در مورد احتیاط در باب تکفیره. یعنی کسی نیه برای من بگه که اینجا چی ربطی به نواقض اسلام داره. من هدفم اینه احتیاط به تکفیره. و همچنین امام تحاوی رحمه الله، ابو جعفر تحاوی، در کتاب خود العقیده التحاویه، ایشان در این کتاب میگه در صفحه 60، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما اهل قبله را تکفیر نمی کنیم، هیچ کس را، تا به گناهی تا زمانی که اون را حلال نشماره. وقتی حلال شمرد خوبون بحث جداییه. امام مزنی رحمه الله میگه که، اسماعیل ابن یحیای مزنی رحمه الله میگه که، والامساك عن تکفیر اهل القبله، از جمله قواعد اهل سنت و جماعت اینه که امساک میکنن، خودشان را باز میدارن از تکفیر اهل قبله. و همچنین امام ابن ابی زید قیروانی رحمه الله در مقدمه خود که در باب عقیده خاصتاً، ایشان میه عقیده اهل سنت و جماعت در باب ایمان مطرح میکنه و بعد میگه که و انه لا یکفر احد بذنب من اهل القبله، یعنی کسی کافر نمیشه به ذنبی یا به گناهی از اهل قبله. باز دوباره عرض میکنم که اینجا، یعنی هدف من از بیان این اقوال علما، بحث احتیاط در باب تکفیره. احتیاط در باب تکفیره، نه که در اینکه شخص نواقض اسلام انجام بده یا شرک انجام بده یا امثال همون مباحث بعدیه که انشاءالله با آنها خواهیم پرداخت و اقوال علما را در آن راستا خواهیم آورد. اما اسباب به وجود آمدن تکفیر ناحق چیه؟ ببینید، اولین سبب از اسباب جهل به دینه. تکفیر ناحق جهل به دینه، و غالبا این نوع جهل از نوع جهل مرکبه. ببینید، ما دو نوع جهل داریم، یک جهل بسیطه با طا بسیط، یک جهل مرکبه. جهل بسیط اینه که شما مطلقا میگی نمیدانم، یا از شخص سوال میپرسید مطلقا میگه نمیدانم، یعنی این جهل بسیط داره. اما جهل مرکب اینه، جاهلان مرکبی که امروز تکفیری های غالی هستن، اینها جاهل مرکبن. از او سوال میپرسی ولی آدرس رو برایتان غلط میده، غلط فهمی و تعویل فاسدی که داره و برداشت فاسدی که داره، این را دین تلقی میکنه و این را اسلام تلقی میکنه. و غالبا اینطوره. شما میبینید در میان اینها کمتر کسیه که حتی انواع کفر را بفهمه، کمتر کسیه که ضوابط و شروط تکفیر، اصلا تکفیر معین و تکفیر مطلق را بتوان ازم تفکیک بکنه و بتوانه در تکفیر معین ضوابط تکفیر و شروط تکفیر را بفهمه و حتی معنای شرط را بفهمه، معنای موانع یا مانع را بفهمه. کمتر کسی را پیدا میکنید در میان اینها، و اگر هم پیدا کنید میبینید که خیانت علمی در طرز گفتارش و در رفتارش وجود داره. متاسفانه خیانت علمی میکنه، قطع و برید کردن، مانند برادران رافضی خود. آخوندهای رافضی هم همین کار میکنن،
قط و برید کردن. یعنی سبحان الله عجیبه. و جهل مرکب گفتیم که اینه که شخص میفهمه یک چیزی ولی برداشتش غلطه، و یا فهمی که کرده از این مسئله غلطه، نادرسته، اصلا او یک برداشت دیگری کرده، در یک دنیای دیگری هست، ولی اصل قضیه چیز دیگریه، اصل قضیه چیز دیگری هست. و همچنین غالبا اینها از هوا و خواهشات نفسانی خود پیروی میکنن. کسایی که متهمن به تکفیر ناحق و تکفیر ناحق میکنن، غالب اینها اینه که متاسفانه از هوا و خواهشات نفسانی خود پیروی میکنن. یعنی اگر شما از او تعریف، اگر شما دنبال منهجش باشید، از شما علامه بزرگ جور میکنه، علامه بزرگ شیخ الاسلام جور میکنه از شما. ولی اگر موافق میل و هوا و خواهشات نفسانیش نبودی، حتی که هزاران دلیل بگی قبول نمیکنه. نه اینکه قبول نمیکنه، بلکه توهین هم میکنه. این خب برمیگرده متاسفانه به همین، یعنی درست الله نشناختن، درست به دین باور نداشتن، درست به روز آخرت باور نداشتن، تابع هوا و خواهشات نفسانی خود بودن، معبود خود و اله خود هوا و خواهشات نفسانی خود قرار میدن. یعنی دنبال اینه که چی کسی طبع میل من صحبت میکنه تا که من او را تایید بکنم، حتی که او را نشناسه، حتی که نشناسه، فقط طبع میلش باشه تایید، خلاصه. الله متعال در قرآن میگه افرائیت من اتخذ الهه هوا، و اینها در واقع خواهشات نفسانی خود را معبود قرار میدن. به شدت خطرناکه. یعنی به جایی که الله فیصل قرار بدن، کتاب الله فیصل قرار بدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم را فیصل قرار بدن، دین را فیصل قرار بدن، افراد را فیصل قرار میدن. افراد میشن معیار، افراد میشن سنجش بر اساس هوا و خواهشات نفسانی این مردم، بر اساس هوا و خواهشات نفسانی این مردم. هر کس که طبع میلشان صحبت کرد و خواهشات نفسانی اینها را تایید کرد، عرض کردم به خدمتتون که هر چی بگید دربارهش کم گفته. و همچنین تعویل فاسد از دین، این سبب دیگری است و علت دیگری است. تعویل فاسد از دین، دین را اصلا به گونه دیگری اینها برایتان تعریف میکنن، و دین هم بر اساس خواهشات نفسانی اینها تعویل فاسد میشه، تأویل فاسد میشه. یعنی در یک جایی میبینی که چنان بیپرواست که نباید بیپروا باشه، ولی در جای دیگه میبینید خیلی محتاطه. این از روش تکفیری ها در طول تاریخ بوده. شما اگر داستان عبدالله ابن خباب رحم رضی الله عنه را ببینید که صحابی هست، فرزند صحابی، عبدالله ابن خباب از کنار خوارج میگذشت، او را گفتن که تو چی کسی هستی؟ کی هستی؟ گفت من عبدالله ابن خباب هستم. صحابی بود و فرزند صحابی. گفتن بگو از پدرت چی شنیدی؟ پیامبر، از پیامبر چی نقل کرده؟ گفت که از پیامبر، از پدرم شنیدم که میگفت که از پیامبر شنیده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که تکن فتنتون القاعد فیها خیر من القائم. پیامبر گفتن که فتنه در آخر الزمان، فتنه بعد از من به وجود میاد که شخصی که نشسته باشه بهتر از شخصی که استاده باشه، والقائم خیر من الماشی، شخصی که استاده بهتر از کسی که را میره، والماشی خیر من الساعی، و به همین ترتیب شخصی که را میره بهتر از کسی که تیز تیز عجله میکنه، با عجله دنبال فتنه میره، و الساعی فی النار، و شخصی که عجله میکنه شتابی میکنه در آتشه. وقتی که این حرف گفت فاخذوه، او را گرفتن و زنش را هم گرفتن، یا ام ولدش را هم گرفتن در حالی که حامله بود، در حالی که حامله بود او را ذبح کردن. صحابی پیامبر ذبح کردن، صحابی جلیل القدر پیامبر عبدالله ابن خباب ذبح کردن، سر بریدن او را با کارت ذبحش کردن، و شکم زنش را دریدن پاره کردن، و طفلش را، جنینش را بیرون کردن. وحشیان، وحشی در طول تاریخ اینها وحشیان، وحشتی که اینها به وجود میارن والله مردم را از دین بیزار کردن و میکنن. این رفتارشان با یک صحابیه، این را امام ابن ابی شیبه رحمه الله در کتاب خود، مصنف ابن عبدالرزاق، مصنف
عبدالرزاق هست که این را میاره. و همچنین در بعضی از طرق این روایت، این خب مصنف عبدالرزاق، در بعضی از طرق این روایت میایه که وقتی که میخواستن او را بکشن، او را گرفتن، یعنی این صحابی جلیل القدر را گرفتن ببرن که بکشن، در حین را دیدن که یک خرمای افتاده روی زمین، یک خرمای افتاده روی زمین، یکی سرش را پایین کرد، این خرما را گرفت و خورد. بعد از آن بعضی برایش گفتن که شاید این خرما از یک معاهد باشه، شاید تو حلال بوده، حرام بوده، خوردی، نباید این را میخوردی. دقت کنید، خوب دقت کنید، اینه یعنی تعویل فاسد از دین. و بعد از آن باز میگه گذشتن بر یک خوکی، خوکر کشتن، خوکر با شمشیر خود زد کشت. بعد از آن بعضی با بعضی دیگه گفتن خب شاید این از یک انسان حلال، یعنی شاید از یک کسی باشه که به دین او حلال باشه، چرا این را کشتی، نباید میکشتی. عبدالله ابن خباب تعجب کرد، اینها عجب مردمی هن، من را گرفتن میخوان بکشن، ولی ببین به چی چیزها اینها دقت میکنن، خورما افتاده خورده، میگی خورما شاید حرام باشه، تو این را خوردی. عبدالله ابن خباب گفت که الا ادلکم علی ما هو اعظم علیکم حرمتا من هذا، آیا من شما را دلالت نکنم به چیزی که بدتر حرمتش از این چیزی که شما فعلا دربارش صحبت میکنید؟ شما گیر کردید به این که این خرما حلال یا حرامه، به شما میخواید بگم که چیز بدتر از اینه؟ گفتن بگو. گفت من رو میخواید ذبح کنید، من صحابی پیامبر، گناه من چیه؟ گناه من چیه؟ روایت کردم یک حدیث رو برایتان، من رو میخواید بکشید، ذبح کنید، بعد به این میرید، دنبال این میرید که این خرما حلال یا حرامه؟ حالا بعضی از اینها رو شما ببینید، روی مسائل عادی، روی مسائل فرعی باور کنید چنان جدیه که حیران بمانید، ولی به فتوای خون انسانها عادیه براش، دستش بیفتی مرم میکشه، شما رم میکشه، اون رم میکشه، همه رم میکشه. ولی به یک مسئله عادی، شاید اگر مثلا در حال ذبح من باشه، مثال میگم، خون من بپره روی لباسش، اونجا با هم اختلاف میکنن که خون ای بالای لباس من پریده، خون انسان نجسه یا پاکه؟ بابا جان تو نفر رو داری ذبح میکنی، میکشی، بناحق رو میکشی، این برای تو حلاله؟ و با این صحابی جلیل القدر عبدالله ابن خباب این کار کردن. عبدالله ابن خباب تعجب کرده، اینها عجب مردمی هن، میگه شما به این چسبیدید که این خرما حالا خورده شد حلال یا حرام، این خوک با شمشیر کشته شد حلال یا حرام، درست یا نادرسته، به این چسبیدید، ولی من در اینجا خون من بر شما حرامه، چرا میریزانید خون من را؟ او را گرفتن ذبح کردن، نه تنها که ذبح کردن بلکه زنش را هم گرفتن، شکمش را دریدن و جنین را شکمش خارج کردن. وحشی وحشی وحشته والله. خب شما میبینید دوستان عزیز و گرانقدر، اینها اینطورن، این را امام ابو عبید قاسم ابن سلام در کتاب الاموال خود این طریق دیگر را از ابی مجلز روایت میکنه، گرچه روایت یعنی یک سری اشکالات داره، بعضا روی ابو مجلز چی دارن که واقعا این را از علی رضی الله عنه شنیده یا نشنیده، خب با طرق دیگری که باز امام ابن حجر رحمه الله در المطالب العالیه بزوائد مساند الثمانیه المساند الثمانیه در اونجا وقتی که میاره باز به صورت موصول میاره، ولی در اینجا به صورت منقطع هست، قطع است که در میان ابی مجلز و علی رضی الله عنه است. به هر ترتیب و امام بیهقی هم روایت میکنه، ابن ابی شیبه هم روایت میکنه و دارقطنی هم روایت میکنه و رجالش هم ثقاتن، فقط بس روی انقطاعی که میان علی رضی الله عنه و ابو مجلز هست. بر صورت این هدف من این بود دوستان عزیز و گرانقدر، ببینید که اینها چقدر بی‌پروایند، تعویل فاسد از دینه، یعنی برایشان عادی است که خون تو را بریزه، اما روی اندکترین چیز باز میبینی گیر میده، روی اندکترین چیز گیر میده. مثال میگم برایتان، تکفیری های امروزی گیر میده به این که تو دستت روی سینه باشه، پایین تر باشه، خیلی به این جدیه و بایدم یک انسان مؤمن باشه، من بر این ایراد نمیگیرم، باید باشه. و عبدالله ابن خباب هم که ایراد گرفت، نه به خاطر اینکه بگه شما چرا تحری میکنید که این حلال یا حرامه، هدفش این نبود، هدفش این بود که شما حرام های کلانتری را ترک کردید، یعنی این مسئله عادی تره، ولی شما خون انسانی را میریزانید. به همین ترتیب دستش رو بالا بگیر یا پایین بگیر، میبینی خیلی جدیه، من خودم جدیم، یعنی خودم هم جدیم، نه که کسی را
بگم بدعتی یا خرافاتی، ولی سنت پیامبر به من ثابت شده، به اون عمل میکنم، به هر کس از من بپرسه به اون میگم، و حتی اگر درس داشته باشم هم میگم که این درسته، این صحیح است. اما بدتر از این مسائلیه که چرا اینها بیتوجهن؟ تکفیر انسانها، تکفیر ناحق، تکفیر نادرست، ریختن خون انسانها، تک پارچه کردن انسانها، انسانهای بیگناه، انسانهای معصوم الدم. و همچنین بحث تعصب. دوستان عزیز، یکی دیگه از اسباب تعصبه. مثلا یکی از اینها رو من چند روز پیش دیدم، یکی از دعوتگران را تکفیر میکرد. میدانید به چی دلیل؟ به این دلیل که جماعتشان را رد کرده بود، هیچ دلیل دیگری هم نبود. و بسیاری از اینها به خاطر شما جماعت دوله را رد میکنید، شما را تکفیر میکنند. باور کنید. حالا من اونهایی که در عراق و در شام و در جاهای دیگه هستند، چون در میان اینها، یعنی در شام و عراق و اینها، افراد عالم وجود داره، نباید انسان بی‌انصافی بکنه. اما اینهایی که به زبان فارسی صحبت میکنن، شما باور کنید من در میان اینها انسان عالمی ندیدم جز جهال، یا اینکه تا حالا عالمی در میدان داخل نشده. ولی اینهایی که در میدان، جاهل، بی ادب، گستاخ، هر چی بگید، شما فقط کافیه که بگید جماعت دوله بر حق یا بر باطله، شما تکفیر شدید، خلاص، کارتان تمامه، فیصله شدید. و قسم هم میخوره، قسم دروغ هم میخوره، میگه من نیستم، دروغ میگه. قسم دروغ هم میخوره، میگه من نیستم، ولی دروغ میگه، 100% دروغ میگه. امتحانشان کنید. شما باور کنید در میان افغانها وقتی اینها آمدن قضیه عذر به جهل مطرح کردن، در حالی که یک مسئله کاملا عادی بود در میان علما، از قدیم این موضوع اختلافی است که آیا جهل عذر هست یا نیست. اگر هست، چی چیزی جهل و کجایش عذر پنداشته میشه؟ یعنی در تحقق جهل با هم علما اختلاف نظر دارن، اما در این که جهل عذر اتفاق دارن. حالا چی در مسائل احکام باشه، حالا چون اون هم اونجا هم قضیه عذر به جهل داخل میشه، قضیه شروط تکلیف، موانع تکلیف مطرح میشه در فقه اسلامی، یک بحث بسیار طولانی داره. در چی مواردی جهل عذر هست و در چی مواردی نیست، اینجا اختلافه. و برای چی کسی جاهل گفته میشه، برای چی کسی جاهل گفته نمیشه، در چی زمانی برای شخص جاهل گفته میشه، یعنی در حکم جاهله، و در چی زمانی نیست، در چی زمانی معذور شمرده میشه، در چی زمانی نمیشه. اینها مسائل مختلفی در میان علماست، اما اینها آمدن از این مسئله سوء استفاده کردن. هر کس که مخالف جماعت دوله بود تکفیر شد، غلات مرجعه گفته شد و تکفیر شد. حتی که شما به زبان هم به صورت صریح اینها را بد و رد نگفته باشید، فقط سکوت کرده باشید، یا هم به صورت کنایه اینها را نقد کرده باشید، تکفیر شدید. یعنی حقیقته، یک حقیقتیه که متاسفانه ما این را دیدیم. تعصب گروهی برایش مهم نیست که برایتان کافر میگه بعد از آن چی اتفاق میفته، اینها مهم نیست، فقط مهم اینه که تو جماعتش را چیزی گفتی یا نگفتی، گروهیشان را چیزی گفتی یا نگفتی. این بحثای عذر به جهل و اینها همه باور کنید حواشیه، اینها همه بهانه است. بهانه برای اینه که مخالفین حزبشان را و مخالفین جریان و حرکتشان را تکفیر بکنن و عقده گشایی بکنن. و بحث دیگری که مطرح، تلبیس شیطان بر اینها. سبب دیگر در تکفیر ناحق تلبیس شیطانه. برید کتاب تلبیس ابلیس شیخ علامه ابن جوزی رحمه الله را مطالعه کنید، برایتان خیلی از مسائل دستگیر میشه، خصوصا در بابی که درباره تلبیس شیطان و تلبیس ابلیس بر خوارج بحث میکنه و صحبت میکنه. بخوانید، جالبه. یعنی شما به وضاحت تلبیس شیطانر و تخلیط شیطانر بر اینها مشاهده میکنید و میبینید که چقدر راحت شیطان بر اینها وارد میشه و چقدر راحت شیطان اینها را فریب میده. نمونش داستان مناظره ابن عباس رضی الله عنهما با اینهاست. در زمان قدیم حروری ها در ابتدا، بعد از قضیه تحکیم در جنگ صفین، اینها تعداد زیادی از لشکریان علی رضی الله عنه جدا شدند و شدند خوارج، حروری ها شدند. و علی رضی الله عنه در واقع در ابتدا با اینها نجنگید، تا زمانی که قضیه عبدالله ابن خباب شد. حتی در قضیه عبدالله ابن خباب هم علی رضی الله عنه آمد گفت که چی کسی عبدالله ابن خباب کشته؟ اون را بدید دستم که او را قصاص کنم. گفتن همه ما کشتیم. گفت همه ایتان کشتید، پس حالا دیگه در میان من و شما صلحی نیست. و شروع جنگ علی رضی الله عنه به حروری ها و با خوارج در سر مسئله شهادت یا ذبح کردن عبدالله ابن خباب بود. بی گناه هم خودش را شهید کردن و ذبح کردن،
ظالمانه و همچنین زنش را کشتن و شکمش را پاره کردن و جنینش را بیرون کردن. حیوانن، حیوان. باور کنید که گرگ حیوان درنده بهتر از این هاست در وحشت و در درندگی. متاسفانه در طول تاریخ این خشونت همراه خوارجه، همراه خوارج خشونته، خشونت، بیادبی، بیتربیگی. حتی در رأس که رسول الله علیه صلی اللہ است که در رأس اینها ذوالخویصری تمیمی بود، با پیامبر بیادبی کرد. پیامبر علیه صلی اللہ غنایم تقسیم میکردن، گفت ای محمد عدل، ای محمد، یا محمد نعوذ بالله، ای محمد عدالت کن. پیامبر علیه السلام تعجب کردن، گفتن دین بر من نازل شده، من دین را تبلیغ میکنم، تو به من یاد میدی که من عدالت کنم. بعضی از صحابه گفتن ای رسول الله اجازه بدید که ما گردن این منافق را بزنیم. چی میگه به شما؟ چی میگه به پیامبر؟ بی ادبن، بی ادب. اصلا رأس اینها بی ادبن. پیامبر علیه السلام بعد آمدن گفتن که از این افرادی به وجود خواهند آمد که اینطور و آنطور هستن و صفات خوارج پیامبر علیه السلام مطرح ساختن. خب داستان اینها با عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفت که من میخواهم برم با اینها مناظره بکنم. برای علی رضی الله عنه گفت، علی رضی الله عنه گفت که اینی اخافهم علیک، ای ابن عباس من میترسم که اینها به تو زلال برسانم. اینها مردم جاهلی هستن، اینها نگاه نمی کنن که ابن عباس هر کس میخواه باشه، وقتی مخالف میلشان بود میکشن، میزنن. ای ابن عباس من میترسم نسبت به تو درباره این مردم. ابن عباس گفت نه اشکال نداره، اجازه بدی که من برم با اینها گفتگو بکنم. و ابن عباس رضی الله عنه آمد، مرحبا بک یا ابن عباس، فما جا بک، ای ابن عباس مرحبا بر تو، چیزی تو را اینجا آورده. ابن عباس رضی الله عنه گفت من آمدم که با شما صحبت بکنم، شما چرا بر علی فرض، بر علی داماد پیامبر و پسرکاکای پیامبر شوریدید؟ گفتن که به خاطر سه چیز، این آمده افراد را حکم قرار داده در حالی که قرآن میگه این الحکم الا لله، و همچنین بحث دیگر این که وقتی با بقیه جنگید، حالا در چی جمل و صفین، چرا از اونها سبایا نگرفت. و همچنین اعتراض دیگرشان بر این بود که علی رضی الله عنه چرا نامش رو در اونجا حذف کرد از امیرالمؤمنین، وقتی که معاهده ای که میان ایشان و معاویه رضی الله عنه نوشته میشد، چرا نامش را حذف کرد؟ پس امیرالمؤمنین نیست، پس امیرالکافرینه. ابن عباس رضی الله عنه به اینها گفت که اینطور نیست، اینطور نیست، شما بگذارید که من برایتان بگم. اما در بحث حکمیت الله سبحانه و تعالی خیلی پایینتر از این را مثلا میگه که و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اینجا میبینیم که مردان را حکم قرار میده، پس این غلط فهمی شماست. بحث حکمیت این الحکم و الا لله ربطی به این مسئله نداره. و در بحث دیگر این که شما آمدید میگید که سبایا چرا نگرفت، خب علی رضی الله عنه با ام المؤمنین عایشه صدیقه جنگید، چطور ام المؤمنین عایشه صدیقه را کنیز میگرفت نعوذ بالله، در حالی که الله متعال میگه اون مادر شماست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، چطور میگرفت چون این کار میکرد. و بعد از اون بحثی که شما میگید چرا علی نامش را از امیرالمؤمنین حذف کرد، پس حتما امیرالکافرین نعوذ بالله، اونها را یادشان آورد از صلح حدیبیه که رسول الله علیه السلام وقتی نوشتن که یعنی من محمد رسول الله، آمد اون مشرک گفت که نه حذف کن، ما اگر قبول میداشتیم که تو رسول الله هستی با تو نمیشنگیدیم، بنویس محمد ابن عبدالله. پیامبر برای علی گفتن پاک کن، و علی رضی الله عنه گفت که من پاک نمی کنم. رسول الله گفتن نشان بده، نشان داد. پیامبر علیه السلام اون قسمت خودشان پاک کردن. پس این به این معنا که نعوذ بالله این اعتراض بر پیامبر هم شما وارد می کنید. تعدادی از اینها قانع شدن و همچنان که در روایت می آید 2000 از اینها با مناظره ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از لشکریان خوارج بیرون شدن، از حروری ها خارج شدن، هدایت شدن و به طرف اهل سنت دوباره بازگشتن. و این روایت را به سنت یعنی مفصل امام نسائی رحمه الله در سنن کبرای خود روایت میکنه، نه در سنن صغرا. وقتی ما به صورت مطلق میگیم سنن نسائی، منظور سنن صغراست یا المجتباست، اما سنن کبرا غیر از سنن صغرا یا سنن یا المجتباست، سنن کبراست. حدیث 8522 و امام حاکم و بیهقی هم آن را روایت میکنن و امام ابن تیمیه رحمه الله حدیث را تصحیح میکنه در منهاج سنه، و هیثمی هم میگه رجاله و رجال صحیح. و بحث دیگری که در تکفیر معین متاسفانه مطرحه و این بسیار خطرناکه و
و خاصتا ما در این اواخر به دقت متاسفانه این مسئله را متوجه هستیم، عقده بودن، عقده ای بودن. متاسفانه اینها بر اساس عقده تکفیر میکنن، بر اساس عقده دیگه حرفی نیست، فقط عقده داره تکفیر میکنه. چی بسا از این افراد، حالا شما اگر در دوله ببینید شما متوجه میشید که خیلی از بعثی های بیدینی که در دولت صدام بودن بعدن اینها آمدن خودشان را در ضمن اینها جا زدن، بلکه در رأس قرار گرفتن، بعضن خودشان را در جاهای بلند بلند جا دادن. و حزب بعث مشخص بود، یعنی دشمنیش با اسلام و دشمنیش با مقدسات اسلامی و تضادی که اینها با این مسائل داشتن مشخص بود. و بعد در میان افغان ها ببینین بسا از اینها را شما باور کنید، اینهایی که اینقدر عقده‌ای ان، اگر شما یعنی نسب او را درست ببینید میبینید برمیگرده به یک خانواده کمونیستی که تمام عمرش را خانوادهش دشمنی با اسلام داشتن، دشمنی با مسلمان ها داشتن. این عقده هایی که در خانوادهش بوده نسبت به مسلمان ها امروز به نام تکفیر عقده ها را از مسلمان ها میگیره، از علما و دعوتگران اسلامی میگیره، انتقام میگیره، انتقام خانوادهش را میگیره. باور کنید معلوم از طرز رفتارشان، از برخوردشان، از عقده ای بودنشان، کینه ای بودنشان و اینکه هیچ خط و قرمزی ندارن معلومه دیگه، مشخصه. مسلمان هر به هر درجه ای که برسه خط قرمز داره، یعنی از این خطوط قرمز عبور نمیکنه. متوجه هستین؟ خطوطی الله برایش تعیین کرده، از اون خطوط بیرون نمیشه. خب شما چی تصور میکنید که یک کس بیه به نام تکفیری به زن مردم، به دختر مردم، به مادر مردم، به ناموس مردم، به آبروی مردم تعدی و تجاوز بکنه؟ شما فکر میکنید این مسلمانه؟ یعنی واقعا این فعل مسلمانه؟ حالا بماند این که خودش چیه، این فعل مسلمانه شما را به خدا؟ خب من یعنی به این نتیجه میرسم که اینها عقده است، عقده و کینه است. خصوصا اینها انتقام پدران خود را از مسلمان ها میگیرن، انتقام پدران خود را از مسلمان ها میگیرن. چون فرزند یک کمونیسته، من نمیگم که همه فرزندان کمونیست ها بدن، حتی بعضی از کمونیست ها بعدن توبه کردن، بعضی از فرزندان کمونیست ها امروز دعوت کردن، ولی طرز تعامل این فرزندان کمونیست تکفیری مشخصه، واضحه، عقده هست، کینه هست نسبت به مسلمان ها، نسبت به دعوتگران و نسبت به علما، مشخصه. فقط عقده و کینهش را از این طریق داره خالی میکنه، زهرش را از این طریق داره بر امت اسلامی وارد میکنه. و از طرف دیگر دشمنی کردن اینها با منهج سلفیت، باور کنید اینها دشمنان سرسخت منهج سلفیت هن. یعنی منهج سلفیت رو کلن بدنام کردن، یک منهج بی ادب، یک منهج تکفیری، یک منهج کاملا مزخرف متاسفانه معرفی کردن، در حالی که پاکترین و زلالترین و زیباترین منهج، انسان افتخار میکنه که در این منهج باشه، منهج کتاب خدا و سنت پیامبر بر اساس فهم جمهور سلف. ولی اینها خراب کردن، نه از سلف چیزی سر در میاره، نه از کتاب چیزی سر در میاره، نه از سنت چیزی سر در میاره، فقط یاد گرفته کافر خلاص. این برخی از اسباب بود دوستان عزیز که من اینها را برایتان بیان داشتم، بعضی ها را یادداشت کردم از لابلای برداشتی که خودم داشتم و بعضن را از بعضی از کتبی که در این راستا بود گرفتم. و البته برخی از این نصوص را خودم اضافه کردم بر چون ارتباط داشت به اصل موضوع، مثلا بحث مناظره ابن عباس، بحث رابطه اینها با عبدالله ابن خباب و خیلی دیگه از مسائلی که حالا اگر شما بیایید ببینید، حتی اینها با علی رضی الله عنه این گونه رفتار میکردن. وقتی علی رضی الله عنه روی منبر بالا میشد صحبت میکرد، میگفتن که از گوشه های مسجد بلند میشدن، در ابتدا قبل از اینکه علی رضی الله عنه با اینها بجنگه، علی رضی الله عنه در ابتدا با اینها خیلی مدارا کرد، نجنگید تا زمانی که اینها شروع کردن عبدالله ابن خباب ذبح کردن و با بدترین وجه او را به شهادت رساندن. اون داستانش رو برایتان گفتم. و از گوشه های مسجد کوفه وقتی علی رضی الله عنه روی منبر بالا میشد خطبه میخوان صدا بلند میکردن، این الحکم الا لله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هدفشان علی رضی الله عنه بود که یعنی تو کافر شدی، تو کافر شدی، چرا ابو موسی اشعری و عمرو بن العاص شما حکم قرار دادید؟ از هر دو طرف، از طرف معاویه و از طرف علی، شما اینها را حکم قرار دادید، پس شما کافر شدید. این الحکم الا لله، چی ربطی داره این الحکم الا لله، چی ربطی به این مسئله حکمیت داره؟
و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. چی ربط دار اصلا؟ ربطش در اینجا چیه؟ از گوشه های مسجد بلند میشدن و علی رضی الله عنه روی منبر خطبه میخواند، اذیتش میکردن، آزارش میدادن و با این الفاظ او را آزار میدادن. خلیفه مسلمان ها، داماد پیامبر، پسرکاکای پیامبر، و آخر هم او را شهید کردن و به شهادت او ادعا میکردن که ما به شهادت او به مقام های بالا رسیدیم، ثواب بالایی گرفتیم، یک کافر را از دنیا برداشتیم، نعوذ بالله. علی رضی الله عنه میگفتن یک کافر را ما از میان برداشتیم، نعوذ بالله من ذلک. خب میمانه بحث اقسام کفر. تقریبا 30 و چند دقیقه که من صحبت میکنم، اجازه بدید که همینجا صحبتم را متوقف کنم، چون که قبل از این که بیام برنامه یک درس تفسیر بود، تقریبا 40-45 دقیقه طول کشید صحبت کردم، واقعا خستم. اجازه بدید که بیشتر وقت را بدیم برای دوستان صحبت کنند و به زودی انشاءالله برنامه را میبندیم و بعد به توفیق الله متعال در روزهای آینده من کوشش میکنم این بحث را ادامه بدم. اقسام کفر باقی مانده باید توضیح بدم و همچنین بحث شروط و ضوابط تکفیر، تکفیر معین، شروط، ضوابط و موانع تکفیر را هم باید توضیح بدم ان شاء الله و توضیح مفصل باید داده بشه. و جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلی الله على نبينا محمد و على اله و صحبه اجمعين. اجازه بدید که دوستانی که در اینجا حضور دارن من بیارم بالا. اگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر بزرگوارم خوش آمدید. جناب لطیفی صاحب عزیز خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صادق رضا. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله. شما زنده باشید. سلام. بسیار خوشحال هستم که امروزتون با تماس هستم. الله یفتح. الله متعال. طلب عزیز دارم که در این راه استوار و ثابت قدم داشته باشید. آمین. و صبر نصیبتان بکنید در مقابل از طایفه جاهل شما مقابله بکنید و ما معمولای تان هستم انشاءالله. الله حفظتان کنه، بزرگوارم، سوال گرامی معمول بالا فقط بخاطر از این که چند کلمه میخواستم بگویم که همی کسایی که اینجا تکفیر میکنن مسلمان ها رو با ناحق، البته با ناحق تکفیر میکنن، اینا بعد از اینکه شما که وقت لایف مین یا جرات از این ندارن که بین اولای شما صحبت بالا قسم میال در لایف هم هستن، چند تایش همینجا میفهمن چپ خدا گرفتن ششتر لایف گوش میکنن، بعد از این ساعت دویش هم ما در اروپا زندگی میکنیم. استاد گرامی ما دیدیم امشب تصادفا من در داخل تیک تاک شدم که میال چند نفر هستن، نامشان رو نمیگرم چون ارزش نامشان هم نیست اینجا، باید نامشان گرفته شد فلان دارو فلان اندازه نیست. نامشان اینجا گرفته شد. ساعت 2:30 بجه 2 بجه شب بود یا 2:30 بجه شب بود، اینا لایف آمده بودن در باره شما گپ میزدن و پشت سر شما گپ میزدن. ما وقتی بر شما گفتم مگر شما شما تذیره دارین که برین، اگر علم دارین، اگر واقعا برحق هستین که برین، وقتی که استاد فاتح در 2-3 روز لایف میاد همراهش گپ بزنین، در لایفش برین همراهش گپ بزنین. این چی کار، این کار مردی نیست، نامردی است که وقتی شما در 2 بجه شب اینجا کلگی خم هستی با خود لایف موندی وازو وازا پشت سر از اون صحبت کرده رئیسی. ما که وقتی گپ بزدم باور بکنین استاد مرا فاشت مادرم دادن و مادرم توهین کردن و مرا بلاک. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. و ما از ازیا توقع بالاتر از اینا میره. اینجا چند نفرش هست، ما گفتم نام نمیگیرم، ما از یاد در گروپ پاس کردیم. در گروپ یک ادبی که از یوم دیدیم، در گروپ مسنجر یک ادبی که ما از اینا دیدیم به الله قسم ادب مسلمان که می که ما پایرا و سنت هستم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلام این قسم نباشه. ما به خودم خجالت کشیدم که ما یارا گفتم شما یعنی شما میایین میگه ما سلفی هستیم و از منهج سلف دفاع میکنیم، بازو بازی اخلاق درسته، اخلاق سلف هم قسم بود، اخلاق سلف هم قسم بود، آبروریزی هستن برای منهج سلف. واقعا منهج سلفیت از اینها بری هست و اینها هم از منهج سلفیت بیزارن، مطمئن باشید. این را من عرض کردم، بعضی از اسبابی که به خدمتتان ارائه کردم شما باور کنید که از این اسباب خارج نیست. بله بله استاد، بله. الله امتحان شما را عوض بکنه صادقا و ما با امرایتان هست، بارک الله فیکم. الله امرایتان هست نیاز بگوانید، الله امرایتان هست نیاز بگوانید، جزاکم الله خیلی و ما تا جایی که ما هستیم وقت شما نبودین و الله قسم پشت سرتان دفاعتان هم میکنیم و خودتان که بودین خودتان جوابشان هم میدین، وقت نباشین ما هستیم و جوابشان هم میدین. و یا اگر جرات داشته باشن
اگر غیرت داشته باشن، همینجا میگم، همینجا صدای ما را اگر بشنوین، اگر واقعا مرد هستین، اگر واقعا بر حق هستین، بیاین لایف، بیاین از این کارهایی که منافقین میکنه، صفات منافقین است. ما دیشب هم برشان گفتم، گفتم تو دشنام میتی، صفات منافقین است. یکی از صفات منافقین است که دشنام میده، دشنام دادن کار مؤمن نیست. تو اگر دقیقا مرد هستی بحث میکنی، اما نه، اینا اهل علم نیستن، جاهل هستن. و خوراک از یا استاد قدم و عامیانه مردم، خوراک از یا جوانکایی است که کم علم. با خدا ما والله قسم، من اینجا جوانایی را دمی تیک تاک میدیدم که یعنی فعلا دمی منهج هستن که تکفیر میکنن، که تا چند وقت پیش یا در مرض تعصب گرفتار بودن، بیرقا را در پشت سر خود میموندن، میامدن لایف میامدن، اینا گرفتار از اینا شدن، گرفتار از اینا شدن. می آمدن از یک گروه دفاع میکرد، و خوار از این را دو میزد، نعوذ بالله، مادر از این را لا دو میزد. حول ولا قوة إلا بالله. امروز اینا گرفتار کیشون، گرفتار تکبیر و خوراک از بله. یعنی میسی، یا سربازگیری میکنن. استاد ما ایره بردان می ما واضح آشکار دیم، چند تقریبا یک سال است که ما تقریبا از مسلمان پشت سر از این هست، اینا سربازگیری میکنن برای دولت، برای بیرق سیاه ها. اینا بیرق سیاه را هم نامش بعد کردن، بیرق سیاه، بیرق اسلام هست، بیرق سیاه را هم نامش بعد کردن. الله متعال بله. یار هدایت بکنه، قابل درد نیستن، از شر امت اسلام اینا را خلاص بسن. الله متعال امت اسلامی را از شر اینها نجات بده. تشکر از شما، جزاکم الله خیرا جناب لطیفی سی بزرگوار، خیلی تشکر از شما. استاد گرامی بسیار زیاد بخشیم، پیش از قطع کنم، همینجا اسلام قرآن فرآل دین روز هم برتون درخواست داده بود، گفته اگر میشم تیک تاک چشم. استاد فاتح را بگوید همین تیک تاکش را اپدیت کند که جور شود. میگه اینجا یعنی کامنت مشکل از برتون، طرف انشاءالله منه. فرصت بسیار خوب، فکر کنم. چشم چشم، خیلی استاد شما گرامی بسیار زیاد بخشیم، مبارک حفظ کنم، و سلام پناه علا کلام باشید. جزاکم الله خیرا، بارك الله بارک الله فيكم، فيك. تشکر از شما، السلام عليكم. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. این که دفاع میکنید، من این حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را برایتان تقدیم میکنم. پیامبر علیه السلام در حدیثی که امام ترمذی روایت میکنه، حدیث شماره 488، پیامبر میفرمایند من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. کسی که از عرض و آبروی برادر مسلمانش، پشت سرش خاصتا، دفاع میکنه، الله متعال آتش جهنم را از او دور میکنه و او را از آتش جهنم دور میکنه. امیدواریم که الله متعال به ما توفیق بده که از حق دفاع بکنیم، از حق دفاع بکنیم، و حق به هر طرفی که هست از حق دفاع بکنیم. اما من برایتان یک نکته را بگم، والله که اگر من میام مثلا اینجا یک ساعت، یک و نیم ساعت وقت میگذارم، هدف من 4 تا جوانه که بی سواد نیست، والله هدف من یک منهج بزرگه، و اینها را در ضمن بعضی از کلمات را میگم تا اینکه اینها متوجه خود بشند. چون در جامعه ما اینطوره که هر چی شف شف کنی نمیفهمه، باید مستقیم بگی شفتالو، مستقیم بگی شفتالو تا بفهمه طرف که تو را میگم. هدف اینه، وگرنه اینها والله ارزش اینا ندارن که اینجا من یا امثال من یک ساعت بیه بنشینه صحبت کنه، اون هم به خاطر یک بیسوادی که اگر تو را بیای بگی سوره فاتحه را بخوان 100 تا اشتباه داره، 100 تا اشتباه داره. شما اینها را، همین هایی که قدر تاپه تکفیر به دستشان، این بیسوادها، از اینها بخواید سوره فاتحه را بدون مشکل برایتان تلاوت کنه، بدون مشکل برایتان تلاوت کنه. شما باور کنید اکثر اینها عاجزند حتی از تلاوت سوره فاتحه. باز می به حکم شرعی بزرگ مانند تکفیر دست میندازه. بچه جان، بشی به جای خودت، بشی به جای خودت، کار تو نیست. خیلی کوچکتر از این مسائلی که، یعنی این مسائل اجازه بدید آقای پنچیر، برادر عزیزم، چرا تماس شما وصل نمیشه؟ من نمیتوانم. سلام علیکم استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدید. خدا را هزار بار سپاسگزار هستم که باز یک بار دیگه میبینم تا، و یک سلام خدمت همه دوستان. استاد گرامی، میخواستم در رابطه به طاغوت از لحاظ لغوی و اصطلاحی یک تشریح بدی، که تا بعضی از همین کسا که به اساس طاغوت مردم تکفیر میکنن و تعریف طاغوت و مثلا به معنا و تعریف اصطلاحی و لغویش آشنایی ندارم. فقط میخواستم در رابطه با طاغوت یک بار برای ما معلومات بده، انشالله بسیار خوش بشم. بسیار زیاد تشکر استاد، از اینکه وقت استان میمانیم برای دین. خداوند شما را خیر بتوست. خدا حافظ. سلامت باشید، تشکر از شما. گرچه در بحث طاغوت انشاءالله برنامه های خواهیم داشت به توفیق الله تعالی،
به زودی زود چون همین مبحث تکفیر میکشانه ما را در بحث طاغوت، میکشانه در بحث طاغوت. ولی باز هم انشاءالله من اشاره خواهم کرد حداقل تواقیت پنجگانه ای که علامه ابن قیم رحمه الله به اونها اشاره میکنه و شیخ محمد ابن عبدالوهاب هم اشاره در برخی از کتبش داره که در اساس برمیگرده به قول علامه ابن قیم رحمه الله. البته مختص به اون پنج تا نیست، خب ایشان از جمله تواقیت یا رؤوس تواقیت پنج تا را ذکر میکنه، من ان شاء الله اشاره خواهم کرد. ولی این هم برمیگرده در ضمن تکفیر مطلق و تکفیر معین. یعنی ما اگر این مشکل رو با اینها حل بکنیم، مسئله طاغوت و غیر طاغوت، اینها باز حل شدنش راحته. اول باید همین قدم اول حل بشه. بفرمایید، بیاید بالا. آقای پنشیر، نمیدونم والا، من حتما باید آپدیت کنم ان شاء الله. بعد از برنامه آپدیتش رو به من بهید که آپدیت کنم ان شاء الله، آپدیت بکنم که این مشکل حل بشه. من نصب کردم تا حالا فقط برنامه لایف از این میام، چون این موبایلم نمیشه با این لایف آماده، نمیتونم، نمیدونم چرا. بله برادر عزیزم، شما مشکل شما هم متاسفانه دوباره آقای پنشیر، من تمام الله که مشکل ایشان حل بشه. یکی از برادران دیگه ما هم چند روز پیش نه، این برنامه ای که من فعلا از این که من فعلا صحبت میکنم آیپد هست، آیفونه. آقای پنشیر عزیز کجایید؟ نمیدانم چرا تماستون وصل نمیشه برادر بزرگوارم، ولی خیر باشه انشاءالله. ببینیم بقیه دوستان اگر صحبتی دارن انشاءالله صحبت میکنیم، توفیق الله متعال. اجازه بدید که این برادر. السلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیزم بفرمایید. الحمدلله که وصل شد، بفرمایید. من صدایتان را نداشتم، صدایتان را نداشتم متاسفانه. اجازه بدید که چی سر من بله کرامات اینجا کار داد. خیر انشاءالله، مهم نیست اگر خراب هم بشه باز این ویدیو انشاءالله. جناب زاید صاحب تشریف آوردن. جوال جناب زاید صاحب، یادتان باشه دوستان روی طاغوت حتما صحبت کنم به خاطر که یادم نره. سلام علیکم. بفرمایید جناب استاد زاید صاحب گرامی، خوش آمدید. ورحمت الله وبرکات. سلامت باشید. شما خوش باشین. سلامت باشین. دیگه من متاسفانه که از طرف روس عمان مصرفیت دارم، بس خصوصا روز یک شنبه، مخصوصا یک شنبه ولی روان هستن طرف مقر. فقط میخواستم یک نکته بگم که همی چون پشتر شما پرده است، پرده آبی است یا سبز است، باز میشه که شما تصویر بگذارید در پشتر دان من از بگراوند از خود خودمی تیک تاک یک تصویر. من چند روز قبل این کار کردم ولی متاسفانه نمیدانم اینترنت زیاد لازم داره، اینترنت من ضعیف بود، چطور بود؟ متاسفانه نشد. خیلی خیلی بهتر میاد که موضوع رو مثلا آماده بکنیم، نشته بکنیم مثلا پیرامون تکفیر در بالا و بعد تو در بگران بگذاری خیلی به زیبا معلوم میشه و دوستای هم که غاربان میان وقتی ببینن که نوشته است که موضوع چی است باز اونو باقی میمانن، چون موضوع تکفیر خیلی از جمله موضوعات است که زیاد گرم است دمی چند روز. بله. و اینا متاسفانه که یک منهج عجیب غریب دارن، از هر کلمی که از دهن خارج شود استفاده میکنن علیهت. ما یک دو روز قبل شما اومده لایف من نوشته کردم شیخ ابلیس، باز ما تکفیر شدم دیگه، گفتم باید دوباره کلام بکنم.
شما نه شما از ابتدا تکفیر شدید. این کلمه فقط اینها دنبال بهانه هستند جناب زاهد صاحب، شما از اول کافر بودید. ما اگر شما اومدم وضاحت دادم که ما درک این موضوع را بر سبیل انکار گفتم، وقتی یک کس اومد کس را شیخ گفت، شما گفتین که نه شیخ نگین، گفت که چون پیرو داره. ما گفتم اگر قرار باشه که ما با مسئله پیرو کس را شیخ بگیم، خب بگیم شیخ ابلیس. نه اینها مانندی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله درباره اهل بدعت میگه، باز من درباره اینها چیز دیگری میگم. اول بگذارید کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را بگم. شیخ الاسلام رحمه الله میگه که منهج اهل سنت اینه که اول استدلال میکنن، بعد بر اساس اون استدلال صحیح عقیده و باورشان را بنا میکنن، و میگه که اهل بدعت اول اعتقاد و باورشان را بر یک چیز میگذارن، بعد بر اساس اون به دنبال استدلال میدوند که استدلال پیدا کنن، مانند در روافض و بقیه اهل بدعت. اینها اول شما را تکفیر میکنن، بعد به دنبال این میگردن که کدام دلیل پیدا کنن، کدام حرفی از زبان شما در بره که بگه به مو حرفش ثابت بشه که شما کافری. متوجه؟ بر ما خیلی جالب بود یک از اینا نوشته کده که من خالف من چیز گفته که من لم یکفر الفاتح فقط خالف الاجماع. اجماع کی؟ اجماع خوارج، اجماع زیر کمپل. لا حول ولا قوة الا بالله. برخی از دوستان برام تصویر فرستادن نوشته که من لم یکفر الفاتح فقط خالف الاجماع. برام خیلی جالب بود که یعنی اینا چگونه اینقدر زبانشون تیز است در بحث تکفیر. و یک چیز دیگر هم صد بگم که براستیش که همین هواپرستی باعث میشه که تکفیر بکنن، چون برخی از جوانان را من در این تیک تاک تحقیق میکردم، واقعا نه سواد خواندن دارن، نه سواد نوشتن دارن، نه سواد قرآن دارن، نه سواد حدیث دارن، در هیچ باب کمترین معلومات ندارن، ولی به خاطر از اینکه از اینا پیروی میکنن بس اسمش گذاشتن شیخ فلانی جواب بده، شیخ فلانی جواب بده، در حالی که خودشون میفهمن که هیچ کدام از اینا شیخ نیسته. بزرگترینشون که در تیک تاک هست شیخ نیسته. و بارها گفتیم، میل مستقیم گفتیم، مداری موضوع با کسی مجامله ندارم. در تیک تاک کسی شیخ نیست. یک گفتیم که خود استثنا میکنم که سم فاتح مثالش که چون داری با تحصیلات داره ایشان استثنا، دیگه کسی ما ندیدیم در تیک تاک. شاید کسی باشه ولی ما ندیدیم داخل دیگه. متاسفانه اینو هم دیگر شیخ میگن، شیخ فلانی. بعد کمی کم آوردن میگه طرف می پایین بندازه، پایین بنداز بی سواد، خودش بی سواد است. طرف مقابل که اومد اشکال کرده پای من دوست که ما ای در حد ما نیسته متاسفانه. خود راست دیگه... در حد او کسی نیست. شما در دنیا در حد او کسی پیدا کرده نمیتوانید. آخه کی مانند او میتونه بی تربیت باشه؟ کی مانند ای میتونه تکفیری باشه؟ کی میتونه مانند ای جرأت به تکفیر مسلمان ها داشته باشه؟ کی میتونه اینقدر جری باشه در چیزی که نمیدانه، جرأت بکنه در چیزی که نمیدانه؟ والله در دنیا هم نمیتونید که شما معادل او را پیدا کنید. استاد عزیز، من فکر کردم که چون که بحثایی که شما میکنید بحثای اکادمیک هست، همین لایف های که میان این لایف هایی است که بر کسایی که اهل علم هستند حداقل کمکی طلبه هستند متوجه شوند. غالب دوستایی که در تیک تاک هستند به احترامی من نشه متوجه این قضاها نمیشن. بهتر است که رک و راست روی شبهات که مطرح میکنند، مثلا به آیت 44 سوره مائده، همیشه که یکانه آیت را که کلشان حفظن و تقریبا میشه بگی که از دیگه سوره ها که بهتر میخوانن شه امی که سوره میم انشاءالله و من هم یخ کنم بمعذر الله میم انشاءالله. پیرامون از این شبهات که مطرح است، جناب زاید صاحب عزیز، من هدفم از این برنامه ها اولا ترسیخ این مسائل در اذهان برادران است که و خواهران است که میفهمند این حرفا را، متوجه هستند. من یقین دارم بعضی از خواهران و برادران اینها را پیش خود یادداشت میکنند تا اینها بتوانند مسلح بشن در برابر تکفیری ها، بفهمند حداقل این تفاوت ها را بفهمند، و در اخیر به توفیق الله متعال من این شبهات را جواب خواهم داد. بحث طاغوت، بحث حکم به غیر ما انزل الله، خیلی از مباحث دیگری که بدترین یا بالاترین شبهات ان شاء الله، اینها بحث ولا و برا و خیلی دیگه از مسائل ان شاء الله به طور دقیق توضیح داده خواهد شد و شبهات تکفیری ها گفته خواهد شد ان شاء الله. و همچنان میگن من لم یکفر الکافر فهو کافر. یعنی از این موضوع استفاده میکنن، جوانان رو میترسونن، همین جوانایی که به تکفیر مبتلا شدن، چون میگه آقا من تکفیر نکنم خودم کافر میشم چیکار بکنم؟
از این لحاظ اونا فریب خورده متاسفانه و فکر میکنن که یک کس را کس با اجتهاد تکفیر کرد، خودش مثلا دلیل داشت نداشت تکفیر کرد، اگر تو امر تکفیر نکردی تو هم کافر هستی. دیگه از این لحاظ این موضوع خیلی موضوع مهم است. شخص بنده متاسفانه در این باب چندان وارد نیستم، ولی یک دو برنامه داشتم قرار بود دیشب هم لایو بیم، متاسفانه که مصروف شدم دیگه، این تا 4 بجه صبح کار بودم. اگر امشب شد انشاءالله برو میم کم کم، یعنی هر کس بنده توان بود از دوستایی که پایین هستن بیان لایو بیان و پیرامون برخی از موضوعات که آگاهی دارن بیان بکنن، از برادرایی که آگاهی دارن الحمدلله احسن بعضی از برادرها که میتونن تا حدی معلومات بدن، ولی میگم در حد شما در حد دیگرها هر کس بنده توان خود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مثل که تکفیریا میان امو بیسواترینش میان در مورد تکفیر مردم میان لایف میان و تکفیر میکنن، عکس را در پشت طرف میگذارن، تلفن میکنن، حالا با برادر بر نخوره، نمیخوام که بگم کلاگیره بگم، ولی برخی دارم بگم که اینا ایس میکنن، میان عکس میگذارن تکفیر میکنن، وقتی او میاد داری با وارد میشه که بیسواد است، تو سواد داری باید تداخل بی بعضی موضوعات میفهمی، باید معلومات بدی. بارک الله فیکم، سلام علیکم و رحمت الله. الله حفظتان کنه، جزاکم الله خیرا، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک آپدیت بکنم، متاسفانه که مشکل داره، والا دو نفر نمیشه همزمان من بیارم بالا، این عجیبه، یا بعضی از دوستان اصلا وصل نمیشه، نمیدونم چرا. بله به هر حال نمیدانم مشکل چیه. در معنای طاغوت اجازه بدید که من از خدمتتان رخصت بشم و این سوال دوست عزیز را جواب بدم. طاغوت اصلا از طغیان گرفته شده، یعنی از حد گذشتن، در لغت معنای لغویش است، از حد گذشتن یا گذشتن از حق به سوی باطل، گذشتن از طرف از ایمان به سوی کفر، ها کلماتی که علما استفاده میکنند. در تعریف خود طاغوت علما تعریف مختلف دارن، از جمله تعریفی که امام مالک رحمه الله میکنه، میگه که الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم او كاهن او ساحر او كيف ما تصرف الشرك فيه. این تعریفیه که امام مالک رحمه الله میکنه. و بعد به صورت کلی طواغیت به سه دسته تقسیم میشن، یا به اصطلاح بگیم به سه بخش برمیگرده. بخش اول طاغوت در حکم، طاغوت در عبادت و طاغوت در اطاعت و متابعت. و طاغوت زیادن، طواغیت زیادن، یا به صورت کلی بگین طاغوتان چی که غیر از الله سبحانه و تعالی به عنوان حاکم قرار میگیره، عبادت میشه و اطاعت و متابعت میشه به گونه‌ای که باید الله اطاعت و متابعت بشه و الی آخر، یا در جایی که مخالفت با الله میشه و اطاعت و پیروی از دیگران میشه، که هر کدام اینها از خود تفصیلات داره، ان شاء الله که من توضیح خواهم داد به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی. و همچنان که علامه ابن قیم رحمه الله تفصیل میده که رؤوس تواقیت را به 5 قسم تقسیم میکنه، که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم در بعضی از کتب خود به این مسئله اشاره میکنه. اجازه بدین که این بحث را من ان شاء الله در یک برنامه مستقل صحبت بکنم، فقط کوتاه برایتان یک تعریف موجز کردم و تا اینکه بفهمید، و بعد میگذاریم انشاءالله این رو برای برنامه های آتی، چون که بر میگرده به این مسئله. اجازه بدید که این مسئله تأصیل بشه، این مسئله تأصیل بشه در ابتدا، مسئله تکفیر، تکفیر معین و ضوابط تکفیر معین، بعد بر میگردم انشاءالله به همه اینها، توفیق الله متعال سبحانه و تعالی. اجازه بدید یکی دو نفر دیگه هست، من این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. علیک السلام. بفرمایید برادر عزیز. استاد خوب است؟ این بخیر. سلامت باشید. تشکر از شما. استاد کسی که کافر شوه این کارهایی که کرده، عبادتی که در روزه گرفته، نماز خوانده، کار خیری کرده، این چطور میشه؟ بسیار خوب. یک دفعه قطع نکنین استاد. حالا اون روز که یک لایف رفتم این چند تا دیگه، باز من گفتم نماز پیشین و صبح نخوندیم، بعد وقت پیشم قضا میشه گفت تو کافر شدی.
باز ما گفتم کافر شو کی روزه گرفتیم نماز کی خواندیم یه جو چت کریم، گفت اونا کلش نابود میشه. گفت این بسیار چطور مسئله است استاد؟ توضیح میدم. چشم، توضیح میدم. درست است، تشکر، خدا سلامت باشید. تشکر از شما. اولا اینکه شخص یک بار دو بار کافر بشه، نه کافر نمیشه، کافر نمیشه. ولی اگر به صورت مطلق نماز رو ترک بکنه، قول صحیح و درست اینه که کافر میشه، گرچه جمهور خلافش را میگن و یا اکثر علما خلافش را میگن، میگن کفر کفر عملیه، کفر اعتقادی نیست، شخص از دین خارج نمیشه. اما آنچه که دلایلی که من خودم با آن رسیدم اینه که، و البته دیدگاه علما هم هست دیگه، یعنی هدفم اینه که دلایلی که من دیدم دلایل قوی تر بر اینه که شخص کافر میشه، البته به گونه ای که یعنی به صورت مطلق باشه، نه اینکه یک بار ترک بکنه یک بار بخونه. این قول ضعیفی در میان برخی از فقها هست ولی قول راجح نیست، که اگر مثلا یک بار دو بار نماز را قصدن، البته قصدن بدون کدام عذر شرعی قصدن ترک بکنه کافر بشه، این حرف درست نیست، یعنی قول راجح نیست در میان علما و فقها. و این که شخص کافر بشه اعمالش چی میشه؟ بعضی از اعمالش حبته میشه. اما در بحثی که مثلا اگر حجی کرده باشه، آیا حجش هم حبته میشه یا نمیشه؟ اینجا باز مسئله که قابل چی هست، قابل بحثه. ولی اگر همین مرتد، یعنی پس دوباره ایمان آورد، خب الله سبحانه و تعالی گناهش رو میبخشه و کفری که کرده کفرش رو الله متعال از اون میگذره، از اون میگذره اگر توبه بکنه و صادقانه برگرده. البته باز در اینجا هم بحثه اینکه دوباره توبه بکنه، چطور توبه بکنه، چی میشه چی نمیشه و چی اتفاقی میفته، اگر مثلا سب به الله بکنه حکمش چیه، سب به پیامبر بکنه چیه، استهزاء به دین بکنه چیه، یعنی فرق میکنه، درجه بندی داره، درجه بندی داره در احکام مرتد. و شخصی که مرتد میشه احکام بسیار متعدد داره در فقه اسلامی، هر کدام اینها از خود یک بخش جداگانه داره، اینطور نیست که همه به صورت مساویانه باشه. بله، این برادر ما دور بودن و متاسفانه که السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بزرگوارم بفرمایید. جناب استاد، ما یک چیز داریم تحت لفظی، و اول براتون میگم که در دیدارتان جانم استاد، خداوند شما را عزت زیاد نصیب بکنه. الله حفظتان کنه. معذرت، شما روز گذشتم زیاد پشت خط ماندید، من متاسفانه خواهش میکنم استاد، مشکل چیز است، برادرای ما تاکید میکنن، دقیق میگن، یکی اپدیت آیپدتان باید دوباره شده، و دوم متاسفانه که ریپورت نزنن دیگه، او را واضح معلوم میشه. ما جناب استاد، من زیاد وقت آن نمیگیرم، برادرها صحبت کردن، بسیار تشنه بودیم جناب استاد با بودن شما و آمدن شما و با نشاندن به اصطلاح ما چند تعریفی که از درس امروز گرفتم، خوشبختانه یکیش گستاخ بود. اینا استاد بسیار فوق العاده گستاخی میکنن، هر کسی که خصوصا جوانایی که بسیار عاشق هستند، غرب زندگی میکنن، علاقه دارن به فهم و دانش و شناخت بیشتر از اسلام. بارها ما متوجه بودیم جناب استاد که توهین شدن، تحقیر شدن، افکار مرد شده، پایینش کردن و به تعقیبشان گفته خودتان کافر هستی، پدرتان کافر است، پدرتان کافر است. متاسفانه عجبا به خدا. از شما مسترانه خواهش میکنیم استاد گرامی که وقت بگذاریم، میدانیم که مسئولیتتان خیلی زیاد است، ولی از دید من حداقل بسیار که از دین معلومات ناچیز دارم، شما عملا جهاد میکنین استاد، عملا اینمی جهاد است جناب استاد، و ما در کنارتان هستیم. خداوند توفیق بده جناب استاد، ما یک عالم از شما سپاسگزاری میکنم. شما بزرگوارید، الله متعال حفظتان کنه، جزاکم الله خیرا و خیلی تشکر از شما، خیلی تشکر از شما. سلامت باشین جناب استاد. سلامت باشید. بارک الله فیکم. سلامت باشید. الله حفظت. تشکری میکنم از شما. فقط یک نفر دیگه.
جناب فیضی صاحب، برایتان تماس گرفتم، ظاهرا تماستان مشکل داره. نمیدونم والله، نمیدونم. آخرین نفر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. ما یک چند سوال داشتم آقای فاتح. در باره تکبیر که میگین تکبیر یا امور مستقیم مشخص که تکبیر میکنه که دمه، چون یک مسئله مهم است. امون نامای نفر دستایی را ملامت داری در بارش بفرمان. آقای ایمان، معنای کفر چیه؟ سوال نکن، خوی نی کارای تو نسته کنی جانم، برو چیز زیاد سوال بگیر، مرد جو... بگیر برو. وقتی ما میگیم تکفیری ها، کسایی که تکفیر ناحق میکنن، خب تو حداقل صحبت های گذشته، صحبت های امروز رو بیا جمع بکن. من مگر از تو نام گرفتم؟ تو برو معنای کفر رو یاد بگیری بچه جان. با شما بعد اینطور رفتار کرد، با شما بعد اینطور رفتار کرد والله. معنای کفر رو نمیفهمی، آمدی اینجا که شما تو به شکل اعتراض سوال میکنی. اگر به شکل یک آدمی سوال بکنی که سوالگر باشی، من مشکلی ندارم، حرفت رو تا آخر میشنوم. ولی وقتی که به صورت سوالگر میپرسی، حداقل بفهم دیگه معنای کفر رو نمیفهمی. عادی ترین چیزه. بعد تو میشی برای من تکفیری، یا امثال تو میشن تکفیری. برو بابا جان، برو چیزی یاد بگیر، تو رو به خدا سر ما رو هم به درد میارید. یک آدم باسواد حداقل بیای بالا. معنای کفر رو نمیفهمه. تو بپرس کفر خوردنی یا نوشیدنی، نمیفهمه. الله المستعان. خیر ان شاء الله، جزاكم الله خيرا، در حفظ و پناه الله باشید برادران و خواهران بزرگوارم. و ختام هم مسک، حداقل ما را کمی خنداند. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.